اما یک کسایی هستن که کلاسشون از اینم بالاتر. میگه من اصلا اونجا رو میخوام چون داریست که چون جاییست که خدا میرسن. من او را میخوام. اگه میگم دنیا بهتره من دنیا نمیخوام. حتی اگه میگم جهنم رو من دوست دارم من جهنم رو میخوام ترجیح. این کار من و امثال بنده نیست. یک کسانی هستم امام زین العابدین سلام الله علیه میخواد که میگه اگر خدایا 70 بار من کشته بشم بدنم تیکه تیکه بشه دوباره من را زنده کنی باز بمیرم من را بکشن کشته بشه 70 بار اگر رضای تو در این است که من 70 بار کشته بشم من رضای تو را ترجیح. این خیلی کلاس بالا است. ولی حالا صرف نظر از این جور اشخاص ما ها معمولا دیگه خیلی کشش داشته باشه همتمون و اینا میرسه به بهشت و سعادت ابدی و حور و قصور و فوات و من مایشتهون و لحم طیر من مایشتهون و الاغه. پس ما یه چیزی را هدف اصلی قرار میدیم، همه اونا مقدمه است. کار میکنیم تا پول دراریم، پول در میاریم یا دست ها درس میکنیم تا مدرک بگیریم، مدرک میگیریم تا کار پیدا کنیم، کار پیدا کنیم تا پول در بیاریم. هر کدام ارزشش مقدمه است برای چیز دیگری. نهایتا باید برسیم یک ارزش ذاتی. حالا مردم به طور کلی دو دسته هستن با یک دید کلی یک تقسیم کلی، یا اون هدف اصلیشون تو همین دنیا، یعنی هر چی تلاش میکنن نهایتا نتیجهشو همینجا میخوان ببرن، شکم سیر، زندگی راحت، خانه مجلل، فرض کنید زن زیبا، اتومبیل لوکس، همین هست. دیگه بیشتر از این چیزی نمیخوام. این میشه دنیا طلبی. دنیا طلبی یعنی این، یعنی هرچی آدم تلاش میکنه با این ارزش گذاری هایی که میکنه، یکی کاری را مقدمه قرار میده برای یک کاری دیگه، اون یکی را مقدمه برای کار سوم، سوم را مقدمه برای کار چهارم، آخرش اون چیزی که نهایتاً میخواد مال همین جا یا پوله یا زنه یا شهوته یا مقامه یا شهرته یا محبوبیتی بشه مردمه، پست و مقام، عنوان، احترام، همین هاست. این دنیا طلبه. اگه آدمایی باشن که بعد از اینا هیچ چیز نگه هیچ فکر نکنه، طبعا یه همچه کسی وقتی بهش بگن آقا خدا هم چی گفته، خب گفته با خودش، روز قیامتی میگن هست بهش چی جنبون میگه باش کاری به این کارم، اونی که میخواهم اینجا حتی حاضر نیست فکر بکنه که آیا راسته یا دروغ. اونقدر ذهنش مشغول همین لذتهای دنیا که هست چه که آخه یه فکری بکن شاید راست باشه، برو به کارت، من حوصله این کار را نمیدونم. این فکرها رو بذاره فیلسوفان، ما اهل فکر، ما اهل عملی. این یه تیپ مردمه، یه تیپ مردمی هستن نه، حالا یا با فطرت ذاتی خودشون فطرت بیداری داره یا در اثر تعالیم انبیاء و مربیان صالح به این فکر افتادن که راستی من این دنیا خبری دیگری هم هست غیر از این دوست داشتنی هایی که ما تو دنیا داریم، از دیدنی ها، شنیدنی ها و سایر چیزها. ممکنه یه چیزی باشه لذتش از اینا بیشتر باشه. به فکر افتاده و تحقیق کردن و باور کردن
که چیزایی هست که یک لحظش به عمر 100 ساله این دنیا میهنی. باور کردن ها. حالا من به دل خودم نگاه نکنم اینم چند روزه باور کردم. هستن کسایی که باور و از این بالاتر باور کردن که ارتباط با خدا اونچنان لذتی اونچنان لذتی تو همین دنیا در آدم ایجاد میکنه که اگر همه لذات دنیا را در یک ظرف قرار بدن و لذت مناجات خدا را در یک ظرف دیگه میبینه این یکی بهتر از اون هست. من یکی از بزرگان شنیدم که میفرمود و معتقدم که او راست میگفت، چشیده بود، من نچشیدم. میگفت اگر سلاطین عالم بدانند که نماز چه لذتی میتونه برای آدم ایجاد کنه، دست از سلطنتشو میکشیدن و میرفتن این نماز رو یاد میگرفتن بخونه. تازه این لذتیست که در این دنیا برای آدم پیدا میشه. اونایی که در کنف لطف الهی الالعبد مست، سقاهم ربهم شرابا طهورا. اون چی از تو اینا ما اکثر در نمیاریم؟ قرآن میفرماد راست اونقدر لذت میبرن. یکی این از بزرگان مرحوم آقای شغلامرضا یزدی روی منبر نقل میکرد، من خودم حدیثش را ندیدم، میفرمود اونچنان از تجلی الهی اولیاء خدا در بهشت مدهوش میشن، سالها میگذره حورالعینشون پیش خدا شکایت میکنن که خدا این به ما اعتنایی نداره، بیهوش اینجا افتاده پجهاز. من خودم حدیثشو ندیدم، اما ایشو مرد بزرگی بود. یه هم چیزایی هم هست. حالا ما یه وقتی که دنیا رو میخوایم حساب بکنیم که آقا یعنی این اشیایی که تو این عالم هست، این خوردنی ها، این پوشیدنی ها، این هوا، این نور و سایر چیزایی که در این عالم هست، اینا چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ من استفاده میکنم یا نه، اینا بنها کنید. فی حد نفسه چه فایده هایی میتونه داشته باشه؟ خب یکی از چیزهایی که میتونه داشته باشه این است که کسانی همه اینها را در راه بندگی خدا و اطاعت خدا ازش استفاده کنن. هر لحظه ای، هر نفسی که میکشن در مقابلش برایشون در آخرت ثوابی قرار داده میشه، در اصل همین کاری که تو دنیا انجام میدن. زبانی که می جنبانن، گوشی که فرا می دن، چشمی که به چیزی می اندازن، به قرآن کریم یا به صورت یک عالمی یا ولی یا خدا، سخنی که می گن، کاری که می کنن، شمشیری که در راه خدا می زنن، پولی که در راه خدا خرج می کنن. حالا همه شما دنیا هست دیگه، پول دنیا، شمشیر دنیا، دیدن صفحات قرآنی که در قد دنیا، دیدن انسان‌های شایسته که در دنیا هستن، هم مال دنیا هستن دیگه. امیرالمومنین به اون کسی که مذمت دنیا میکرد فرمود چی میگی تو؟ دنیا تجارتخانه اولیاء خدا، اگه این دنیا نبود که اولیاء به این مقامات نمیرسیدن. اینجا صحبت نیست کی چه جور استفاده میکنه از این با چه نیتی، صحبت از اینه که چه استفاده ای می شود کرد. اگه به این نظر نگاه کنیم، با اینکه عمر دنیای ما مثلا 60-70 سال، خب 60-70 سال مثلا هست، اما میتونه ارزش بی نهایت داشته باشید، نه ارزش کم. چرا؟ برای اینکه با همین عمر محدود سعادت بی نهایت کسب میشه.
ارزش هر چیزی به نتیجه شید. پس از این دیدگاه دنیا هیچ عیبی نداره، خیلی عالی. چی از این بهتر که آدم یه چیز محدودی داشته باشه و بتونه نتایج نامحدود ابدی ازش بگیره؟ چی از این بالاتر؟ چه ارزشی از این بیشتر میشه؟ اینطور شد ارزش مقدمی حساب کنیم. ابزاری دنیا چه فایده‌ای داره؟ چه فایده میشه برد ازش؟ بی نهایت میشه ازش فایده برد. پس ارزشش بی نهایته. از این لحاظ باید مواظب بود آدم یه لحظه‌شم را مفت از دست نده. خیلی ارزشش. از این دیدگاه دنیا هیچ عیبی نداره، بسیار زیباست. الذی احسن کل شیء خلقه. این یک دیدگاه هست، اینم نتیجه قضاوتشه، از این دیدگاه بد نیست. اما یه وقت هست که با این دید میبینیم که کسانی از این نعمتهای دنیا اونچنان فریفته میشن که دیگه به ماورای دنیا نمی اندیشن. اصلا یا نشون میده که چیز دیگری هم هست یا نیست، حاضر نیستن در برایش فکرم بکنن، یا اگر فکرم کردند و باورم کردند و تصدیقم کردند اونچنان غفلت میکنن که انگار نمیدانن. خب دنیا برای چنین افرادی چه حکمی داری؟ باید بگیم و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. این یک ابزاری است که آدم را از حقایق اصیل، از هدف اصلی باز می‌داره، گورش می‌زنه. این دنیا ارزشش به این بود که ما از این استفاده کنیم تا به وسیله این دنیا به سعادت ابدی برسیم. حالا اصلا اون هدف یادمون رفت. مثل اینکه کسی قلمی خریده که با چیز بنویسه، اما همش سعی میکنه قلم را تزیین بکنه، جهتگیریش بکنه، بشوردش، آب و صابون، جواهر نشان بکنه. خب آقا قلمی که از نی باشه ممکنه نی بیابون. آدم خوشنویسی بکنه، تابلو بنویسه، بازش که میلیون ها قیمت پیدا بکنه با همون قلم نی. حالا شما قلم طلا بسازی، اونم مرصع به جواهر کنی و به الماس، نوشتن تو هم برای نمیذاره، خطت تو خوب در نمیکنی. برای چی اینقدر قلم میبردازی؟ قلم ها اونقدر باید نگه داشت که بشه باش خوب بنویسن، نذاری بشکنه خراب بشه. اما قلم برای نوشتنه، برای تزیین نیست، برای جواهر نشان کردن نیست. جواهرات هر جا باشه ارزش خودشو داره. قلم برای نوشتن. اتومبیل برای سوار شدنه. شما اتومبیل بیا از جواهرات، از طلا و از جواهرات دیگه بساز و تزیین کن. این تأثیری در اتومبیل بودن نداره. اتومبیل ارزش به اینه که آدم خوب ببره، سالم به مقصد برسه. اما شما این ماشینی بخندید، دائما یه دستمال یه حوله بردارید با آب و صابون دائما بشورید، تمیز کنید، گردگیری کنید. این طرف شو گردگیری کردید تموم شد، اون طرف گرد نشسته دوباره به اون طرف بذارید، اون طرف رو میشورید تمیز میکنید باز گرد بانده این طرف شد دوباره بذارید. این چرخش ها، این صندلیش ها، از شبانه روز فقط کار این ماشین اتومبیل تمیز کنید. باشه اتومبیل برای همین بود. اتومبیل برای اینکه آدم سوار بشه باشه راه بره. تو کجا وایسادی؟ این حماقته، این غرور است. این غرور نه اون غروری است که ما در فارسی میگیم، این غرور یعنی فریب خوردن.
از این دید که نگاه کنیم، این مخلوقی که خدا به نام دنیا آفریده با این وسائلی که درش هست میتونه متاع الغرور باشه، یعنی آدم رو فریب بده، فراموش کنه که اصلا کجا میخواست بره و اینا برای چی آفریده شده. اینم یه حسابه. یه حساب دیگه هست که نه، آدمی است عاقل و ارزش دنیا رو درک کرده و ارزش آخرت هم رو میدونه چیه، معتقد آخرت هست و مرگی هست و زنده میشیم و حسابی و کتابی. اما در مقام مقایسه که دنیا حالا ارزش چقدره، آخرت چقدره، مقایسه. اگه آدم بگه دنیا یه خونه، آخرت هم یه خونه، نیست که شما در قم یه خونه داشته باشید، در تهران هم یه خونه داشته باشید، خیال میکنم معنی ربنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه همین، یعنی آدم دو تا شهر هست، یکیش اسمش دنیا هست، یکیش آخرت. یه خونه خوب هم اینجا داشته باشید، یه خونه خوب هم اینجا داشته باشید. به همون اندازه ای که برای آخرتش کار میکنه برای اینم کار میکنه. خود دو تا خونه هستن دیگه، اون خونه رو باید برفروبی کرد، اینم باید برفروبی کرد، اون مشکلاتی داره باید تعمیر کرد، اینم باید برفروبی کرد، دو تا خونه هست دیگه. این قضاوت به نظر شما چجور قضاوتیه؟ قضاوت نادرستی. به اینکه این خونه حد اکثر شما 60-70 سال 100 سال توش هستی، اون خونه یه که بی نهایت که میخواد توش زنده بکنی، زندگی بکنی، اون کجا و این کجا؟ خوب، همزش هم خوب، شما کار خوب هم میکنی، گناه هم نمی کنی، خرابش هم نمی کنی، همه ارزش مساوی برش قائل بشی، خب این یکی اونم یکی. این هم نادانیست. و آخرتو خیران و ابقا، هم کمیتش و هم کیفیتش قابل مقایسه نیست با دنیا، هم کیفیتش بهتر است. همه لذات دنیا را جمع کنی به اندازه یک لحظه لذتی که اولیاء خدا در بهشت دارن، چه میگن را نمیرسه. میگید نه، اون روایت رو ملاحظه برمایید، فرمود زر شربت هایی که به اهل بهش میدن یک قطرش اگر بیفته در این دنیا، تمام دنیا معطر میشه، همه مزبله ها، جاهای گندیده، همه اینا از بین میره، عطر اون تمام دنیا رو دارن، یک قطرش. و اگر یک قطره از زخون جهنم یا غسلین جهنم در دنیا بیفته، هر زی حیاتی از گند اون هلاک میشه. یه فرق این دوتا هست، یه از کیفیته، یه قطره هست، اما کیفیتش کمیت شما را کمیت زمانی شده دید، کمیت مکانی، جنت عرض و هم سماوات و بلا، گستره بهشتی که به هر کسی میده به اندازه گستره همه آسمان ها بزنی. زمانش هم زمان بی نهایت، ابدا، خالدین و فیها ابدا، هزار سال، صد هزار سال، یه میلیون سال، یه میلیارد سال، هر چی فکر شما برسه، هر عددی بنویسی، هر چی دلت میخوا کنار صفر بگذار، یه وقت تمام میشه. اون تمام نمیشه. این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد؟ والآخرت خیران و ابقا، هم کیفیتش بهتره، هم بقایش بیشتره. اون وقت آدم از آخرت صرف نظر کنه، بگه حالا یه نون و پنیر دیگه ما دادن، از صدقه سر یک کسی شفاعتمون میکنن، دلاخره ما یه جایی طبیله بهش رامون میده. اما تمام هم میتونه باشه، زندگی دنیاش آباد بشه، خونهشو عوض کنه، هر سال خونه بهتر، ماشینشو مدلشو عوض کنه، دکوراسیونو اوضاعشو عوض کنه،
چطور همه اینا برای شما ارزش داری؟ با اینکه اینا چند سالی بیشتر دوام نمیاره برات، اونی که همیشه برات بمانه برات هیچ ارزشی نداره. چقدر باید این دوتا را آدم تقسیم کنه نیروشا، برای اینکه زندگی دنیاشا مرفه کنه یا آخرتشو. ما 70 سال اگه عمر داریم، اگه 100 سال داریم، خوبه چند سالش صرف دنیا کنیم، چند سالش صرف آخرت. اینجاست که پیغمبری که ارزش این دوتا را درک میکنه، اهمیت آخرت رو اونچنان درک میکنه، حتی برای ما مؤمنین رو میگم، اونی که کافره هیچ. درک او با درک ما زمین تا آسمون فرق. او اونچنان این دوتا فرقش براش واضحه، میبینه نامتناهی در مقابل متناهی قابل مقایسه نیست. نمیشه گفت دنیا چند میلیونیوم آخرت میارزه، اصلا هیچ نسبتی نداره. به اندازه یه سنگریزه توی یک بیابانی که در چشم کار میکنه وسط داره نمیاد، به اندازه یک قطرهی در مقابل یک اقیانوس. اقیانوس کبیر چند تا قطره آب داره؟ یه قطره آب در مقابل اون چقدر میارزه؟ چند یک اونه؟ نسبت دنیا و آخرت از نسبت یه قطره آب نسبت به اقیانوس کبیر کم داره، برای که همون هر دوش محدوده، نسبت بین دوتا متناهی است. اما این نسبت بین متناهی و نامتناهی است، نسبتی نداره. اینجاست که بیدن اصلا نمیخواد توجه کنه بین. یه پرده نقاشی هم که داره خونش بند کردن، حالا خانماشون کسی هدیه داده بهشون چه جور شده، میگه اینم رد جلوی چشم من بند. همین اندازه که این زینت این بیاد تو ذهن من، همین اندازه حاضر نیستم ذهنم مشغول بشه بین. اما او از دنیا داره حد اکثر استفاده رو میبره ها، اون عبادتی که میکنه داره از نعمتهای دنیا استفاده میکنه، از چشمش، از گوشش، از دستش، از باش، از بدنش، مگه اینا دنیا نیست؟ او میدونه از دنیا چجور استفاده کنه، فری به دنیا رو نخوره، دل بهش نبنده، جوری نباشه که دنیا او را از آخرت غافل کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون هم ذکر الله. او لذتی هم که از دنیا میبره اونچنان لذت میبره از دنیا که نتیجه برای آخرتش داشته باشی. از الفاظ الهی اینه که خدا برای اولیاش در همین دنیا هم اونا رو محروم از لذت‌های دنیا نکرده، میگه اگه این لذت‌هاتون اینجور جهت بهش بدید ثواب آخرتی هم داره. نمیگه به کلی لذت‌های دنیا رو فراموش کنید. میگه مؤمن غمگینی را دیدی، کلمه ای گفتی یا حرکت خدا پسندی انجام دادی یا کمک مالی بهش کردی که غم از دلش برد. در مقابل همین کار این خود برای خودت هم لذت داره، در مقابل همین کار خدا اونچنان پاداشی به تو میده که نتونیم حسابش رو بکشیم. همین افطار که سحری خوردن خب باعث میشه آدم هم لذت ببره، هم شکمی سیر بشه، هم توان کار پیدا بکنه، ولی خودش مستحب ثواب داره. ازدواج کردن، حتی شوخی کردن با همسر مستحب. اینجور نیست که آدم وقتی میخواد خدایی بشه، زندگی مطلوبی داشته باشه، باید از همه لذتهای دنیا صرف نظر کنه. نه، جهت باید داد این لذتها رو به گونه ای که در جهت سعادت آخرت قرار بگیره، نه همه چی رو صرف. اما برای اینکه دل نبندی هر چه میشه کمتر توجه کن به لذت‌های دنیا.
مبادا غفلت به آرزه بشه. خب حالا دین اومده که دنیای ما رو سامان بده یا نه؟ اگه دنیا سامان پیدا نکنه که آخرت یه نخواهد بود. ما هرچه در آخرت گیرمون بیاد پاداش اعمالیست که در دنیا انجام میدیم. پس دنیای ما باید سامان بگیرد تا آخرتی ما داشته باشیم. سامان گرفتن دنیا قانون میخواد. از خوردنی های آشامیدنی ها گرفته تا اداره مملکت تا روابط بین الملل، همه اینا قانون میخواد. اگه اینا به طوری تنظیم شد که موجب سعادت آخرت برای خودت و برای همه انسانهای دیگه بشه، این چیزیست که خدا میپسنده و اون بهترین استفاده است که از دنیا میکنی. اما اگر به گونه ای تنظیم شد که به آخرت خودت یا دیگران لطمه بزنی، این همون میشه دنیا طلبی، میشه همون دنیای مذموم که به من اراد الاخ من کان یرید الدنیا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اونایی که دنیا طلب هستن ارادشون منحصر شده در دنیا، یرید العاجله، توجهش متمرکز شده در دنیا، ان هی الا حیاتنا دنیا نموت و نمیره، اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. این کسانی اینجوری شدن خدا نتیجه کارشون تو این دنیا بهشون میدی، زحمت هایی که میکشن نتیجه دنیا بهشون میبرن، اما بعدش ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اون میشه دنیای مذموم. پس این که دنیا فی حد نفس خوب است یا بد، صرف نظر از رفتار ما و ارتباطی که ما با اون داریم، بسیار خوبی، نعمت های عظیمی است، سرمایه گرانبهایی است که میشه باش سعادت ابدی کسب کرد، مگه بدی؟ اونهایی که از اولیای خدا باشن، هر نگاهی به آسمان و زمین و گیاه و دریا و جویبار و قطره بارانی میکنن، دلشون پر از شور و هیجان میشه در مقابل عظمت قدرت الهی و جلال و جمال الهی که در این عالم تجلی میکنه. اگه بده اینا، اما اون وقت پای ارتباط ما میاد، برای ما خوبه یا بد بستگی داره که ما با چی نگاه کنیم، با چی عینکی. چه تعبیر زیبایی داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، میگه بعضی ها هستن که یبصرون به دنیا، بعضی یبصرون فی دنیا. گاهی دنیا را ابزار بینش قرار میدن. بعضی ها هستن نه، اصلا نگاهشون را متمرکز میکنن در خود دنیا. به عنوان مثال این عینه که بنده دارن، اگر عینه به چشم نباشه درست نمیبینه، این عینک رو وسیله قرار میدن برای دیدن بهتر. اما یه وقت عینک رو برمیدارم به خود عینک نگاه میکنه، خوب دقت میکنه، وقتی نگاه به عینک میکنم دیگه چیز دیگر رو نمیبینم. من ابصر الى الدنیا اعمته. اگر نظرت هم متمرکز کنی در دنیا، دنیا کورت میکنه، دیگه چیزی دیگر نمیبینی. اونجا که باید ببینی حقیقت دنیا را، آخرت را، زیبایی های الهی را، دیگه نمیبینی. اما اگر کسی نگاهش را نگاه ابزاری کند به دنیا، نه متمرکز کند در اینکه خودش را ببینه، دنیا را وسیله قرار بده برای دیدن حقایق، عبرت بگیر از دنیا. اگر زیبایی ها رو میبینه، زیبایی های آفرینندش رو ببینه، سر در مقابل عظمت او به خاک بسایه،
گفت وقتی امام سحر بلند میشد نگاه به آسمان میکرد و ستارگان رو میگفت، میدید این آیه رو میخوند ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، گفت دستشو گذاشته بود در ظرف آب برای وضو گرفتن، وقتی این آیه رو خوند اونچنان عشق از چشمان جاری شد، متحد در فکر فرو رفت، مدت ها دستش تو آب مونده بود بیرون نمی آورد وضو بگیره، اونچنان از تماشای این عالم حضرت خدا در نظرش مجسم شد، دیگه اصلا توجه نمی کرد کجا هست داری چکا می کنی. اینجور آدم نگاه بکنه به دنیا، دنیا بده، اما اگه به محض اینکه یه چیزی جاذبه داشته باشه براش چشمش را بگیره و دیگه همه چیز را فراموش کنی، وقت هست که دنیا آدم را کور می بنی، احمد کور، این میشه مداع الغرور، این میشه اون دنیای مذموم. برای اینکه آدم اون چنان شیفته دنیا نباشه باید حتی المقدور توجه به لذت‌های دنیا و چیزهایی که موجب لذت میشه کمتر بکنه تا فریفته اونا نشه، و فقط الله و ایاکم انشاءالله.